دیدار افطار است و ما خدمت هموطنای عزیز میریم و با اونا یک جا افطاری می داشته باشیم و خیلی هم خرسند هستیم که با شما امروز یک جا هستم و افطاری امروز با شما یک جا سپری می کنم. فیصل عزیز، واقعا ماه مبارک رمضان یک ماه پر برکت، یک ماه پر از خیر است که بسیار روزای خوشه و خوبه. در این روزها بالای انسان سپری میشه. دمی افطاری چی خوب است که یک دو هموطن عزیز ما را، یک دو مو شاقه کاری که اینجا کار میکنند، تیره با خود افطاری داشته باشیم. نظر شما چیست؟ پروردگارا ما به تو پناه میبریم و این دسته هایی که ما امروز در این افطار با جمعی از دوستای ما بلند کردیم بروی از این مسکینا و بیچاره ها و بعضی یتیما، پروردگارا ملت من را پیروز، کامگار و موفق بساز و مسافرین و مهاجرینی که در کشورهای خارج رفتن اونجا زندگی را به سر میبرن، اونا را دوباره به وطن و خانه و کاشانه ایشان برگرد. درود و سلام و خسته نباشین هموطنای عزیز، آرزوی صحتمندی و سلامتی شما رو دارم. خوشحال هستم که بازم در ویژه برنامه دیدار افطار خدمت شما قرار گرفتیم و خوشبختانه که ماه مبارک رمضان رسید. طاعت عبادت شما قبول درگاه حق باشه و شب و روزه در کانون گرم خانوادتان به خوشی و لبخند سپری کنین. دوستای عزیز، هموطنای گل، دیدار افطار اگر سال گذشته هم به یاد داشته باشین، ما برنامه‌ای داشتیم خدمت شما آماده ساختیم. این بار باز هم دیدار افطار است و ما خدمت هموطنای عزیز میریم و با اونا یک جا افطاری می داشته باشیم. این بار یکی از استادای بسیار عزیز و گرامی که مهمانی برنامه ما هستن و ما خدمت اونا میریم و با اونا یک جا افطاری می داشته باشیم. در این برنامه همراه ما هستن و فعلا ما در ساحه خیرخانه هستم، نزدیک به لیسه مریم دیگه، دقیق گلای پارک شاید باشه که اشتباه نگویم. بنده فیصل هستم در خدمت شما، پس مرا همراهی کنین تا پایان این برنامه. امیدوارم از داشته های امروز ما خوشتان بیاید. چند تصویر در شروع برنامه از فضای دیدنی ایسا حبی بینین. انشالله صحبت ها رو با استادم می داشته باشیم. استادم اینجا خدمت هموطنا طفلا ششتن امروز اینا صحبت میکن. از اینجا قصه کردم میرین دیگه، بعضی چیزا هم نیاز دارن، سودا رو گرفته دیگه، میرین بخیر به طرف خانه، ما رو همراهی کنین. استاد پیدا کردیم و همینجا فکر میکنیم خریداری دارن به افطاری. سلام علیکم. سلام فیصل عزیز، خوب هستین؟ خوب هستین، خیر هستین، آرام هستین، ان شاء الله سلامت باشین. تشکر، شما خوب هستین؟ شکر که رمضان اومد، یکم بیش خودت تو برکت کردی سودا گرفتن. دقیقاً فیصل عزیز، سودا رو اصلا چون با شما هماهنگی کرده بودیم، کم سودا را اصلا قبلا گرفتیم، اما فعلا خواستیم که کمی مونترکاری و چیزایی که نیاز بود اینا را بگیریم. تصادفاً شما هم اومدین. بسیار خوب. استاد رحیم جان، رحیمی، و بیشتر از خودشان میشنویم، خود یک معرفی کنن مختصر بر هموطنا که این افطاری را با ما یک جا هستن و ما مهمان اینا هستیم.
استاد صحبت ها و شوخی ها را داشتیم، میشه که یک معرفی بهتر و خوبتر خودتان داشته باشین خدمت هموطن های عزیز؟ تشکر فیصل عزیز. رحیم جان، رحیمی هستم، مخلص شما، مخلص تمام بیننده های عزیزتان البته و مدرس مجمع درس های فن بیان و در ضمن از بعضی فعالیت های دیگری که داریم در راستای فعالیت های اجتماعی البته و خیلی هم خرسند هستیم که با شما امروز یک جا هستم و افطاری امروز با شما یک جا سپری میکنم فیصل عزیز. بخیر باشیم. و چی خوب یک جای آمدیم و یک کمک پیش از افطار آدم رویا میگیره نه؟ دقیقاً. ماه مبارک رمضان چطور سپری میشه استاد؟ واقعا ماه مبارک رمضان یک ماه پر برکت، یک ماه پر از خیر است که بسیار روزای خوش و خوبه. در این روزها بالای انسان سپری میشه و قدر از این ماه را دانستنش یک زاویه دیگری هست که واقعا برای انسان حس انرژی میبخشه، حس مثبت میبخشه برای انسان. یک ماه بسیار خوبی است واقعا. در چند روزی که ماه مبارک رمضان است ما یک احساس خوشی داریم، یک انگیزه خوبی داریم. بر هر مسلمان خیلی ماه مبارک رمضان از لحظه لحظهش باید استفاده کنه استاد. دقیقا. خب استاد چه سودا میگرفتین؟ خب ما را زنگ زدین، ما هم تا اومدیم. دقیقاً فیصل عزیز، ما یک کمی بادرنگ گرفتم و یک کمی هم لیمو، یک کمی هم مرچ تازه میگیریم چون که میمون خاص دارم دیگه ببین دای عزیز الان. خب ما میگم میمون دوست خدا. دقیقاً دقیقاً. میمونه که دعوت نشده باشه. نه خیر نه. خدا کنه که برکت ببینید. خب میریم که سودا را بگیرین. همراه دوست ما بیای رفیقمون یک سلام علیکی می داشته باشیم. خوب هستین استاد؟ بخیر هستین؟ خسته نباشین. سلامت باشین. اینا دیگه خی سودا که بتین بر استاد دیگه توکل به خدا. باش که استاد فکر بگم سودای دیگه میگیره استاد آماده ده کارهای خانم سهم میگیریم کم بیش؟ میگیریم کم کم میگیریم دیگه کار خانه خوب باید که سهم میگیریم. نه میگم این مرد که اردو دستش پر نبود ده خانه بگم. چی میگن کلی خود که دروازه که واز نکرد باز ده خانه نمیمونه؟ همونطور است فیصل عزیز. خودتا میخوایی که دیگه دستا پر بودی به طرف خانه؟ بله بله بله. مثلا افطارم کم وقت مونده. کم مونده دقیقا فیصل عزیز. یک کم سودای دیگه هم ضرورت داریم، میوه را بگیریم بخیر و بعد بریم بخیر به طرف خانه. خوب است. امیجا یک چیزی که بسیار همت اقتصادی میگیریم خیر کار استاد. چی میگیرین استاد؟ خواهش میکنیم خواهش میکنیم. شما خو بزرگوار هستین فیصل عزیز. نزد ما از یک چورک از امی برم بتیم. خب خب دوستای عزیز دیگه افغانای ما زیاد مهمان نواز است. ما نمیخوایم اینا تنها نوش جان کنیم، میخوایم بگم دوستکای دیگه ایمان باشه. خدا کنه که بتانیم اونا رو همراه خود داشته باشیم. شما چند تصویر دیگه هم ببینید که ما بخیر بریم دیگه. بسیار امی دقایق آخر افطاری که میباشه استاد آدم یکمک دقیقاً هم اونطور است. یکمک گرسنه میباشه. عجله می داشته باشه فیصل عزیز. هم عجله می داشته باشه. روی یکتون هم این طرف کم دار بتین که دوستا باز از ما گله نکنن. نه نه استاد کم خوشخوی است. خواهش میکنم. دوستای عزیز ما فعلا به ساحه فکر میکنم که اوتل پروان باش که اشتباه نشه و چی خوب یک بازار است. ای کاش که ارزانی باشه که اما هموطنهای ما بتونه از این میوه های فصل استفاده کنه. بله بله فیصل جون، یک نظر ما اگر براتون ارائه بکنم، چون اگر یک کم زحمت ناچیز کشیدیم زحمت برش گفته نمیشه. دمی افطاری چی خوب است که یک دو هموطن عزیز ما را، یک دو امو شاقه کاری که اینجا کار میکنن، این را با خود افطاری داشته باشیم. نظر شما چیست؟ من موافق هستم. من بسیار دوست دارم چون دوستام اگر امرای من در برنامه کم بیش آشنایی داشته باشن، من بعض برنامه را با اطفال خیلی دوست دارم و ای که امرای ما یک جای نان صرف کنن بشینن از زندگیشان بفهمیم
بدانیم که در کدام حال هوا هستن. این بسیار خوب میشه. دقیقاً دقیقاً فیصل جان، یک دو نفر هم روی خود میبریم که اونا هم در سر سفره شما یک نظر نیک حضور داشته باشن. دیگه بسیار خوب است. دوستان ما هم نزدیک هستیم و امی سه تفلک که نوجوان بیاین شما، بیاین که بیاین شما. این خب اینی قندولک ها را یکیش که بوت پالش است، درست؟ خودت چی کار میکنی؟ صاف فروشی. خودت چی کار میکنی؟ بوتالا را جمع میکنم. بوتالا را جمع میکنم. خب نام خودت چیست؟ بریاله. روزه داری بچیم؟ خیر که روزه نداری. خودت روزه داری؟ نام چی است؟ ثابت خان. چی نامت است؟ ثابت خان. بیخی دیگه همه تو چی میگه؟ به ثبوت هستی گفته دوستای ما. خودت نام چی است؟ امین الله. امین الله جان. خب خانه شما کجاست امین الله جان؟ چارای سرسبزی. خب بوتلا رو جمع میکنی چی میکنی بچه؟ ما میفروشیم. خب یک بوتلا چند میفروشی؟ یا کیلو گکی میفروشی؟ کیلوی 25 رو 20. کیلوی 25 افغانی؟ خب باز روز چند کار میکنی؟ 100 رو پای کنیم 100 هم میتکنی. حیثیسی چی میکنی بچه؟ میبریم با خانه چیز میز میخوریم. خب خودت باز ایسافی ها رو با موتر میفروشی؟ خب چند ساله هستی؟ 14. نام خدا. این دیگه این رفیق ما بوتل جمع میکنه. ببین کل از اینا کارا شاقه میکنن، بر فامیل خود نان آماده میکنن. این صافی بر موترا و این رفیقه که ما بوت پالشی میکنه. خانه شما کجاست بچه؟ چارای اسپا. خب چند کار کردی امروز؟ بینجار. و بیشک تز از مکد زیاد کار کردی. پیسدار هستی دیگه؟ خوب است. خب بریم خیلی. فکر میکنم ساعت هم 6:10 6 و 10 دقیقه است. بله خوب از اینا انتخاب نکردیم فیصل جان. این امی سه عزیز ما، امی سه عزیز ما. دقیقاً فیصل جان. بریم بخیر و دوستا شما ما را همراهی کنین، افطار با هم یک جا با می رفیقه ها می داشته باشیم. درست. خب هموطنای عزیز، بازم خسته نباشین. خوشحال هستیم که تا این لحظات برنامه دیدار افطار تعقیب میکنین. ما هم آمدیم خانه استاد و خدمت اینا و این عزیزا را هم همراه خدا آوردیم. اسمشان دیگه میفهمین که ما بیشتر برنامه‌ای که میریم اسم یکم فراموش ما میشه. دوستا بازم یک معرفی ازشان میداشته باشیم. استاد فکر میکنم یک ده دقیقه به افطار مانده. بله یک ده دقیقه با کی مانده. خب میگه که امشب طلب عشق زدلدار کنیم. امشب طلب عشق زدلدار کنیم، شیطان رجیم را سردار کنیم. امر فرجش اگر مهیا باشد، این ماه کنار یار افطار کنیم. بیشک دقیقا. ما بازم فیصل عزیز شما را خوش آمدید میگم، همچنان همکاران تخنیکی تان را خوش آمدید میگم به این سفره غریبانه ما که شما امروز قدم رنج فرمودین و دعوت ما را پذیرفتین، آمدین، لطف کردین و چقدر یک فضای زیباست واقعا که با جمعی از یارا، با جمعی از دوستا، بخصوص با جمعی از افرادی که شاقه کار هستند، روزها در بیرون کار میکنند، مانند ای برادرکای عزیز ما که در کنار ما هستند امروز، چقدر زیباست که ما در کنار از اینا امروز افطار میکنیم. واقعا برای من بسیار جای خوشی و جای مسرت است. و همچنان ناگفته نمانه که هر تاجر ما، هر هموطن ما، یک حق است، یک مسئولیت از بالایش که بتواند دست نیازمندان را بگیرد، دست مستمندان را بگیرد، دست مستحقین را بگیرد. بتانیم که در یک فضای صلح‌آمیز، بتانیم که در یک فضای خوب کنار هم جمع شویم، به یک همدیگر خود محبت عدیه بکنیم، واقعا دست نیازمندان را بگیریم تا باشد که ما به سوی شکوفایی ها قدم بزنیم. دوستای عزیز، حرفای استاد هم شنیدین و ما هم بسیار خوشحال هستیم که عزیزا همراه ما هستن. لحظات افطار هم نزدیک میشه استاد، پس چی خوب است که دیگه یک دعا میکنیم و به این امید که خدای پاک رحم روشنی کنه بالای ملت ما، مردم ما و ما از این
سختی ها بیرون بریم و بریم به روشنایی ها، به خوشبختی ها، به او آرزوهایی که همیشه آرزو باقی مانده. و میخواییم یک دعا داشته باشین که این لحظات افطار هم است و فکر کنیم یکی دو دقیقه باقی مانده. بله بله. ای بار خدایا، ما دستهای خود را به امید برای تو بلند میکنیم. پروردگارا دستهای من را خالی بر مگردان. ای بار الهی، در وطن ما صلح و آرامی را همیشه و همیشه پایدار و زنده داشته باش. خداوند و همیشه بر تمامی ملت مردم ما و تمامی مسلمانان جهان صحت، عزت و ایمان عطا فرما. پروردگار ما را توانمندی در نصیب بکن تا باشه که ما وطن خود را بسازیم، خود را بسازیم، سرنوشت خود را بسازیم، خانواده خود را تغییر مثبت بدیم. پروردگار، کینه، تعصب، بغض، اینا را از قلب‌های ما، از فکرهای ما، از اندیشه‌های ما دور بساز. ای بار خدایا، ما برای تو احتیاج داریم و برای تو نیاز داریم. خداوندا، خوشی، صحتمندی، عزت را در نصیب ما و ملت ما و خانواده ما بگردان. خداوندا، تمامی جوانانی که آرزوی نیک دارن، آرزوی خیر دارن، خدایا اونا را به آرزوهایشان برسان و حاجت‌هایشان را برآورده خیر بگردان. ای بار الهی، ما جز تو دیگر کسی را نداریم، تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم. پس پروردگارا، ما را در زندگی ناامید مکن و ما را در زندگی همیشه و همواره خوشبخت داشته باش و خوشبختی دنیا و آخرت را نصیب ما و خانواده ما و ملت ما و سایر مسلمانان جهان بگردان. پروردگارا، ما به تو پناه می‌بریم و این دسته هایی که ما امروز در این افطار با جمعی از دوستای ما بلند کردیم بروی از این مسکینا و بیچاره ها و بعضی یتیما، پروردگارا ملت من را پیروز، کامگار و موفق بساز و مسافرین و مهاجرینی که در کشورهای خارج رفتن اونجا زندگی را به سر میبرن، اونا را دوباره به وطن و خانه و کاشانه ایشان برگرد. آمین یا رب العالمین. خب بگیرین افطار کنین. فکر میکنم فیصل جان شما بگیرین که دیگه آزانم بگیرین و بگیرین خودتان. بسیار